از 18 تا 22 نوامبر سال جاری در شهر دوشنبه هفته تحصیلی بین المللی جشن گرفته می شود. هفته با نمایشگاه تحصیلاتی واقع در کتابخانه ملی تاجیکستان روز 18 نوامبر برگزار گردید. در آن مؤسسه های تعلیمی از قبیل شورای آمریکایی اکسلز، مرکز مشورتی تحصیلاتی Education USA، مرکزهای آمریکایی American Spaces، دانشگاه آسیا مرکزی، مرکز فرهنگی بوختر، سفارت بریتانیا کبیر، تشکیلات جمعیتی پیشرفت، علمخانه، اینستیتوت جمعیت کشاده، بنیاد مدد و دفتر ملی اراسموس اشتراک کردند. از نام سفارت آمریکا برای اشتراک شما در مرکای امروزا اظهاری منتداری می نمایم. لطفاً با همه تشکیلاتی در اینجا بوده شناس شود و از اطلاعات و امکانیت هایی که در هفته تحصیلی بین المللی پیشکش مشابند استفاده برد و همه شما برای کار در کسبی انتخاب کرده آینده اتون بوری خوب تمانو می نمایم برای کار موقفتیم. این تشبث مشترک دپارتمنت دولتی و وزارت معارف ایالات متحده آمریکا از جزء از کوشش های ایالات متحده در ترغیب برنامه هایی که از یک طرف برای آماده ساختن خلق آمریکا به زندگی در محیط جهانی روانه گشته، از طرف دیگر پیشوایان کشورهای دیگر را به آموختن و استفاده بردن تجربه پیشقدم ایالات متحده آمریکا جلب می نماید. در نمایش مذکور نمایندگان سفارت ایالات متحده آمریکا، نماینده دانشگاه آسیا مرکزی شهر خاروق و نمایندگان دیگر برنامه‌ها در تاجیکستان فعالیت داشته با روزنامه‌نگاران صحبت داشتند. نام من مقصودوف جمشید، دانشجوی دانشگاه ملی تاجیکستان می باشم، در کورس چهارم تحصیل می نمایم. این نمایشگاه برای ما یک موقع یا یک محیطی بود که یعنی یک غذای معنوی به مودیت که فکر کرده، یعنی در آینده در دانشگاه های اروپا یعنی خونده آمده به دولت خود آمده در اینجا کار و فعالیت نمود. ما در جمهوری تاجیکستان برنامه های گوناگون فرهنگی داریم. اکثریت آنها برنامه های مبادلوی هستند. برنامه های مبادلوی برای خوانندگان صنف بالایی، دانشجویان و متخصصان راه اندازی شدند. همچنین ما صاحبکاران، نمایندگان حکومت، معلمان و اکادمیکا را به آمریکا برای آشنا شدن با فرهنگ و نظام دولتداری می فرستیم. در برابر این، موسیقی نوازان، رسامان، ورزشگران و سخنگویان از آمریکا به تاجیکستان آمده، طبق برنامه های پیشبینی شده فعالیت میکنند. با واسطه برنامه مبادلوی فلکس، ما خوانندگان صنف های بالایی مکتب را برای تحصیل یک ساله به آمریکا میفرستیم. برای دانشجویان برنامه یوگراد عمل می نماید که دانشجویان می توانند طبق آن نیم سال در آمریکا تحصیل نمایند. با واسطه برنامه فول برایت ما دانشجویان، معلمان، محققان را به آمریکا میفرستیم. برنامه‌ای هستند که برای طلبه‌ها مخصوصا در آمریکا هستند، برای دانشجویان برنامه ماستری یعنی ماگیستراتورا در اینجا با دانشجویان پیشنهاد کرده شدند که در دانشگاه‌های اروپا در امریکا و مخصوصا در اروپا در بریتانیای کبیر تحصیل نمویند، یعنی توسط استیپندیا ها که به زبان انگلیسی سکولاشیپ میگویند. دانشجویان دانشگاه آسیا مرکزی شهر خاروق خصوصا دانشجویان وطنی خیلی با استعدادند. آنها همیشه در جستجوی علم هستند و برای عملی کردن مقصدهایشان زحمت زیاد میکشند. آنها در دانش آموزی مناسبت جدی دارند، حال آنکه چنین صداقتمندی نسبت به تحصیل در اروپا و آمریکا کم به نظر میرسد. دانشگاه آسیا مرکزی شهر خاروق دانشگاه نو بوده، از جهت شرط و شرایط در زینه
اول میستد. مقصد دانشگاه آسیای مرکزی آماده نمودن پیشوایان آینده می باشد تا که سهم آنها در پیشبرد جامعه نظرس باشد. اشخاصی که خواهش تحصیل نمودن در دانشگاه ما دارند ولی وضع اقتصادی خوب ندارند، هنوز هم امکان تحصیل نمودن در دانشگاه ما را دارند. دقت ما خصوصا به تحصیل فرا گرفتن زنان می باشد تا که در آینده جامعه سالم تشکل یابد. Gaining access to education, regardless of their financial means, and it's very important when women participate, because we want this development to be durable and we want to sustain this effort in the long run.